آمین. من 6 تا آیه رو براتون میخونم، سعی میکنم که موعظه‌ای باشه که زیاد ناراحت نشین چون در مورد گناه هستش. من میخونم این چند تا آیه رو. غلاطیان 6: ای برادران، اگر کسی به گناهی گرفتار شود، شما که روحانی هستید او را با ملایمت به راه راست بازگردانید. در این حال به هوش باش که خود نیز در وسوسه نیفتی. بارهای سنگین یکدیگر را حمل کنید که این گونه شریعت مسیح را به جا خواهید آورد. زیرا اگر کسی خیشتن را فرد برجسته‌ای پندارد در حالی که به واقع کسی نباشد، خود را فریب می‌دهد. هر کس باید اعمال خود را بیازماید، در آن صورت فخر او به خودش خواهد بود بیان که خود را با دیگران مقایسه کند. زیرا هر کس بار خود را خواهد برد. هر که از کلام آموزش می‌بیند باید آموزگار خود را در همه چیز نیکو سهیم سازد. خیلی میشه راجع به این قسمت صحبت‌های مختلفی کرد و خیلی از الهیدانا و مفسرینی که هستن خیلی جهت‌های مختلفی روی این داشتن، ولی ما سعی می‌کنیم همون چیزی که خودش میگه رو بهش بپردازیم و ببینیم که واقعاً این صحبتی که اینجا میشه چیه. هفته قبل از اینکه ما راجع به رستاخیز صحبت کنیم، خاطرتون باشه غلاطیان 5 درباره روح بود، زندگی در روح، اینکه ما امروز اجسامی هستیم که داریم حرکت میکنیم، بدنهایی هستیم که داریم حرکت میکنیم، و اگر بخوایم فقط جسمانن زندگی کنیم، چون که این دنیا همش ما رو دعوت میکنه به این جسمانیت، دعوت میکنه که به اون چیزی که دنیا داره پیشنهاد میکنه بیشتر بریم، حالا پول، ثروت، دارایی، همه نگاه یکی بود، تمام این مسائل دنیوی جسمانی خیلی برای ما زرق و برقش بیشتره و ما رو جذب میکنه. نه فقط این، بلکه جسم خود ما و شهوات جسمانی خود ما خیلی برای ما مزه داره و ما خیلی دوست داریم این جسم رو تغذیه کنیم و صحبت کردیم که هیچ وقت این جسم خلایش هم پر نمیشه. و در غلاطیان خوندیم که میگه جسم یک سری اعمالی داشت که آشکار بود، اگر کنندگان این کارها هستید شما و عادت و شیوه زندگیتون اینا هستش، متاسفانه شما مسیحی نیستید و وارد ملکوت خدا نخواهید شد. ولی اگر شما مسیحی هستید، به خاطر ایمانی که دارید، روح خدا رو دریافت کردید و کلید ماجرا در روح بود. برای همینه که به مسیحا میگن روحانی، چون که روح خدا درشون هستش، به واسطه ایمان اون موقع یک سری ثمرات در زندگی اون کسی که روحانی و مسیح هستش به وجود میاد که با هم در آیه 22 نگاه کردیم که محبت، شادی، آرامش، صبر، مهربانی، نیکویی، وفاداری، فروتنی، خویشتنداری و تمام این مواهب نیکو در زندگیش بود. چیزی که پولس به اینها داره میگه توی این قسمت اینه که به جایی که شما شریعتی باشید، به جایی که دنبال یک سری اعمال باشید، باید در روح رفتار کنید اگه میخواید رشد کنید، اگه میخواید خداپسند زندگی کنید. بلافاصله بعد از اینکه اینها رو میگه، در آیه 6 برخوردی که میکنه با اتفاقیه که در همه ایماندارا میفته. چون زمانی که ما روحانی میشیم، زمانی که روح القدس رو دریافت میکنیم، هنوز گناه میکنیم. چند نفر میتونن دستشون رو ببرن بالا برای این سوال که تا حالا گناه نکردن؟ همه ما گناه میکنیم، حتی زمانی که مسیح هستیم. و مسئله‌ای که وجود داره اینه که اگر من مسیح هستم، اگر روح خدا رو من دارم، چرا گناه میکنم؟ برای اینکه انسانیت و جسم ما هنوز از بین نرفته، انسانیت ما هنوز وجود داره، گناه در ما هنوز هست. تنها اتفاقی که میفته اینه که قدرتش رو از دست میده، قدرتی که میتونست ما رو به هلاکت برسونه اون از بین رفت روی صلیب. ولی هنوز امروز ما در این کشمکش روح و جسم هستیم. پس چیزی که ما باید بدونیم قبل از اینکه وارد بشیم اینه که زمانی که در آیه 6 فصل 6 آیه 1 میگه برادران، اگر کسی به گناهی گرفتار شد، یعنی ذهنیت و فرضیه اینه که شما گناه خواهید کرد. و به برادران داره این رو میگه، به مسیحیان داره میگه، یعنی میگه مسیحیان عزیز، اگه کسی بین شما گناه کرد، که هممون هستیم، چون همه ما نمیتونیم ادعا کنیم که ما همیشه در تمام لحظات زندگیمون روحانی بودیم. لحظاتی بوده که خیلی بهش افتخار نمی کنیم، لحظاتی بوده که خودمون از خودمون خجالت میکشیم، و لحظاتی بوده که حتی شاید خیلی همون فکر کنیم خدا ما رو نبخشه برای اونها هنوز،
و لحظاتی که ما روحانی نبودیم و با روح قدم نزدیم، در جسم بودیم و اعمال جسم رو نشون دادیم. میگه پس این اتفاق ممکنه بیفته و این اتفاق ممکنه در جمع برادران یا خواهران در کلیسا بیفته. میگه ولی باید چیکار کنیم؟ خیلی از کلیساها امروز مسئله گناه رو شاید موعظه بکنن ولی باش برخورد نکنن. یعنی موعظه میشه ولی زمانی که اتفاق میفته در گناه، یعنی معلوم، حالا خیلی از اتفاقا هم هستش که در این دور و زمونه، خب ما زیاد با هم زندگی نمی کنیم که بدونیم دقیقا چه گناهانی در زندگی تک تک ما داره اتفاق میفته. یعنی زمانی که ما در کلیسا میایم، خب خیلی شیک تشریف میاریم هممون و صحبتامون هم خیلی دقیق هستش و خبر نداریم که شنبه، جمعه شب مخصوصا یا پنج شنبه یا توی هفته ما کجا بودیم، چیکار کردیم، در خلوت خود چیکار کردیم. برای همین نمیدونیم. ولی صحبتی که اینجا میشه اینه که اگر کسی به گناه گرفتار شد و شما متوجه شدین در کلیسا، ای مسیح عزیز، در یک میگه تو که روحانی هستی با او ملایم رفتار کن. وظیفه کلیسا اینه که با گناه مقابله کنه. وظیفه کلیسا صرفا این نیستش که گناه رو بگه چیه نکن. وظیفه کلیسا اینه که اتفاقا وارد بشه و زمانی که گناه اتفاق میفته کمک کنه اون شخص رو تا اون گناه بین بره و کلیسا تمیز بشه. وظیفه ما به عنوان مسیحی خواهر و برادر اینه که همدیگر رو تو این روند قداست کمک کنیم. یک جا همدیگر رو باید نصیحت کنیم، یک جا باید حتی همدیگر رو توبیخ کنیم. یک آیه من در تیتوس میخونم براتون، تیتوس فصل 3 آیه 10 میگه که، از آیه 9 میخونم، میگه اما از مجادلات نابخردانه و شجره نامه ها و بحث ها نزاع ها یه پیرامون شریعت اجتناب کن، زیرا بی فایده و بی ارزش است. به آن که عامل تفرقه است یک بار و سپس برای دومین بار هشدار ده و از آن پس با او قطع رابطه کن، چرا که می‌دانی چنین شخص منحرف است و گناهکار و خود عامل محکومیت. اتفاقاتی که در کلیسا شما شاهد بودید و ما هم شاهد بودیم و می‌افته، چون انسان‌هایی هستند که وارد کلیسا میشن که جسم دارن و این جسم گناه رو تولید می‌کنه، پس در کلیسا هم این گناه هست. ما نمی‌تونیم بر اصلا بگیم نیست، مثل اون میگن فیلی که در اتاقه، که یک فیل در اتاق میاد هیچ کی بهش توجه نمیکنه. میگه خیلی واضحه، خب این هست، بهش توجه کنیم، بیایم مشکل و معضل رو حل کنیم. و چیزی که ما باید اول از همه بدونیم، بله در کلیسا افرادی تشریف میارن که همه گناهکارانی هستن که عادت و شیوه زندگیشون این گناه نیست، میافتن گاهن. میگه ولی اشخاصی هستن که این گناه در زندگیشون نیست و در روح دارن رفتار میکنن، که اونا روحانی هستند. چون اگر ما روحانی هستیم، یعنی ما در جسم رفتار نمی کنیم و ما اتفاقا در موقعیت روحانی هستیم در مسیحیت، که گناه نمی کنیم. موقعیت هایی هم بوده که شما در زندگیتون نگاه کردین که چقدر این هفته خوب بود، چقدر این ماه خوب بود. من مثلا این کارهایی که میکردم گناه، چون ما میدونیم هممون گناه چیه دیگه، کسی نیستش که بگه او من این کار نمیدونستم مثلا کردم، این گناهه. همه میدونن که چه کاری گناهه و هفته ها میشه، روزهایی میشه، ماهایی میشه که شاید خیلی به خودمون فخر کنیم، بگیم من مثلا اون برنامه رو نگاه نکردم، من تو اون وبسایت نرفتم، من این عمل رو نکردم، پشت سر فلانی حرف نزدم، فکر بد تو ذهنم نیومد، دنیوی نبودم. و حالا صحبت میکنیم که چطور میتونیم ما بفهمیم که کی روحانی هستیم کی روحانی نیستیم. ولی میگه اگر در اون موقعیت هستی، برادر یا خواهر مسیح را اگه میبینی در گناهه، تو نمیتونی بگی من ربطی نداره، من که اوکیم، من که مشکل ندارم، من خدا رو شکر که اونو نگاه کن بدبخت نمینی همش در گناهه. و این مشکلی که در بعضی از کلیساها وجود داره، چون این قسمت هشداری که داره میده، دقت کنین، به گناهکار نیست، به اطرافیان گناهکار در کلیساست. میگه ای برادران، اگر شما دیدید کسی رو در گناهه، شما وظیفه داری یه کاری بکنید. یعنی وظیفه مسیح اینه که اگر دید یک نفر، یک برادران یا خواهران در کلیسا میفهمه که در یک گناهیه، نه قضاوتش کنه بدون اینکه نمیدونه، یعنی گناه به نوعی برملا شده یا خودش اعتراف کرده، نباید سکوت کنه در برابر این گناه و باید بره و کمکش کنه. و کمکی که باید اینجا انجام بشه به صورت قضاوت و حکمی نیستش،
یه هشداری، یک نصیحتی، حتی یک توبیخیه که اونجا انجام میشه، چون خدا فقط این کار رو میتونه بکنه که اون شخص رو عوض کنه. و در آیه 1 میبینیم میگه که شما که کجای ما جای دیگه هستیم، در آیه 1 میگه که شما که روحانی هستی اون را با ملایمت، با ملایمت باید این کار انجام بشه. من نمیدونم شما سراغ دارین یعنی یک کلیسای سالم که قانون مسیح رو واقعا داره دنبال میکنه، چون ما میدونیم که مسیحیت قانون داره، هفته دیگه یه نگاه میکنیم به قانون الهی، چون ما قانون شریعتی داریم و یک سری قانون الهی داریم که حالا بهش نگاه میکنیم، که در یک کلیسای سالم که قانون مسیح رو دارن همه دنبال میکنن، هیچکی نمیتونه چشمش رو روی این گناه ببنده، خاموش باشه اگر گناهی ببینه، بلکه کمک میکنه تا این از بین بره. اون کلیسا کلیسای سالم و فعال و خوبی خواهد بود، نه کلیسایی که گناه همه جا باشه، همه بدونن، اعضا بدونن آره فلانی من میدونم که کلن چی کار میکنه در هفته، یا من میدونم که مثلا فلان خانواده در چه مسائلی هستن و هیچ کی نگه، هیچ سکوت نکنه، همه بیان کلیسا و همه برادر خواهر چقدر عالی بود، چه بود، خدا برکتتون بده، تموم شد رفتیم دوباره دوشنبه همون بساط. چون جنگی که ما داریم امروز میکنیم به دید روحانی اینه که اگر اون شخص داره گناه میکنه در روحانیت نیست، ضعیف شده در جسمه، تو که روحانی هستی باید بودی بری کمکش کنی. یه عکسی هستش خیلی جالبه که یه گروهی روی یک دایره ای واستادن و این حلقه حلقه ایه که همه توی اون دایره هستن و شما فکر کن توی این حلقه ای که جای امنه شما ایستادی، مثل یخی که توی مثلا بالا حالا قطب شمال هستیم و همه روی یخیم، یه نفر داره میره لیز بخوره بیفته تو آب، شما چیکار میکنین؟ عکس العملتون چیه؟ شما که قوی هستی و میتونید، یه کسی ضعیفه داره سر میخوره بره، نگاش میکنین میگین مثلا خدافظ، سری دستشو میگیرین و کمکش میکنین. اولین چیزی که به ما گفته میشه اینجا اینه در آیه 1 که میگه ای برادران اگه دیدید کسی داره اینجوری میشه، یک بدونید که این در جسمه، این ضعیفه، این در جنگ شکست خورده، این گناهی داره میکنه که حتی خودش هم شاید دوست نداره، برای همین برو تو که روحانی هستی، برو و او را با ملایمت چیکار کن؟ به راه راست برگردون و برو دوباره بیارش. و بعد بدونیم که این کار به صلاح ماست. من خودم هنوز بچه ندارم ولی مثلا بیشتر رو بچه های خواهرمه، میبینم زمانی که اینا دارن مثلا کامپیوتر بازی میکنن، میگن کامپیوتر کنن، ایکس باکس دارن بازی میکنن، همش تو این چیزان، خب خیلی دوست دارن این کار رو بکنن، همش دوستان بازی کنن، یعنی ولشون کنی 48 ساعت هم بازی میکنن، ولی خواهر من میاد و نمیذاره، دعوا میشه، میگه نه، گریه میکنه، توبیخشون میکنه، میگه چرا این کارو کردی؟ نه، چرا این کارو میکنه؟ برای اینکه صلاح اونا رو میخواد. اونا در اون لحظه ضعیفن، در اون لحظه متوجه نیستن که این چقدر میتونه آسیب بزنه به اینا، از نظر روانی، از نظر اینکه چشمشون حتی اینقدر با این چیز برخورد کنه، ولی خواهرم به خاطر اینکه اینها رو دوست داره میاد نصیحت میکنه، کار میکنه تا اینا رو به راه راست به نوعی هدایت کنه. و اگر خدا یا کسی، اول خدا چون این کار رو با ما میکنه و ما این کار رو با کسی میکنیم، باید این رو بدونیم که این از روی محبته، از روی دوست داشتنه. در عبرانیان آیه زیبایی هستش که میگه که خدای پدر اگر فرزندانش رو دوست داره، میگه فرزندانی که دوست داره رو تنبیه میکنه یا توبیخ میکنه و به راه راست میاره. برای این مثال بود که میخواستم بگم چیزی که ما باید بدونیم، این کار نباید از طرف ما به صورت غرور باشه، چون الان مفصل میخوایم راجع به غرور صحبت خواهیم کرد، بعد در ملایمت باشه. یعنی وقتی که ما میخوایم یه کاری برای که بکنیم و کسی رو به راه راست هدایت کنیم، یک بعد در ملایمت باشه، ما باید خودمون رو ببینیم که در روحانیت هستیم یا نه. آیه 1 رو اگه دوباره من نگاه کنید، وظیفه ای هستش که به کلیسا داده میشه، یعنی شما بدونید که اگه در کلیسایی بود این اتفاق نیفتاد، وظیفش رو انجام نمیده. من خاطرم از زمانی که ما این کارو میکردیم، خیلیا خوششون نمیومد، حتی ما زیاد وارد نمی شدیم وارد زندگی، ولی خب جایی هم که ببینیم نمیتونیم چیزی نگیم. خدا رو شکر الان ما نمیدونیم کسی چی کار میکنه، نه اینکه خدا رو شکر کسی کار نمیکنه، حالا نمیدونیم، ولی امیدوارم که اگه کسی میدونه برادرشو دوستشو دستشو بگیره و بلند کنه. شما که روحانی هستید، قسمتی که شما روحانی هستید، خیلی جالب بدونید که نمیگه تو که کاملی، نمیگه تو که بیگناهی، نمیگه تو که خیلی از همه بهتری، نمیگه تو که بهترین مسیح دنیایی، ببینیم بنده خدا رو گرفتار شده، میگه نه، تو که روحانی هستی.
و روحانی بودن یعنی چی؟ میگه یعنی تو هم گناهکاری ولی تو سری رفتی توبه کردی، تو سری با دوباره به راه راست اومدی خودت، تو از روح هدایت شدی، تو میوه روح رو الان داری، اون میوه روحی که ما خوندیم که جالبه یکی از میوه هایی که در روح القدس ما در 5:22 داریم همین ملایمته. میگه اگر تو روحانی هستی پس میوه های روح القدس رو داری، پس طبیعتاً این شخص رو در ملایمت به سراغش میری. پس کجا میدونیم پس ما روحانی هستیم؟ خیلی راحت به زندگیمون باید نگاه کنیم. وقتی من به زندگی خودم نگاه میکنم میبینم که خب من با جسم مشکل دارم ولی دارم میجنگم، گناه کردم ولی سریع توبه کردم و دوباره ایستادم، درش ای تکرار نمیکنم اون کار رو. خوشی، آرامش، محبت، فروتنی، تمام میوه ها در زندگی من هست و من زندگی روحانی دارم و اگر کسی در گناه میتونم کمکش کنم. کسی که زندگی روحانی داره، در افسوس چه خاطرتون هستش ما خوندیم که گفت مست شراب مشوی در روح پر بشید، خب کسی که روح پره چیکار میکرد اونجا؟ مزامیر رو سرود داره میخونه همش برای خدا، یک رابطه خیلی شاعرانه و قشنگی با خدای خودش داره، بعد شکرگزاره که برای کلام خدا تشنه است. این میوه ها هم جو گفتم در زندگیش یافت میشه، اون محبت و خیشتنداری خیلی بروز داره در زندگیش. اینا اگه در زندگی شما هست، شما داری با روح خدا راه میرید، شما میتونید بگید من روحانی هستم. ولی اگه غیر از این باشه، شما در موقعیت شخص بعدی هستی که در گناهی در جسمی احتیاج به یک کسی داری با این مشخصات که بیاد شما رو کمک کنه. اینجا میگه اونایی که با روح دارن راه میرن، اونایی که نمیرن رو کمک میکنن. ولی این کمک به چه شکله؟ چجوری ما کمک میکنیم؟ چجوری ما به سراغ اونا بریم؟ با مشت و لگد؟ با بی احترامی؟ با یه حالتی که یعنی ببین چه وضعیتی تو داری، من از تو بهترم؟ ما باید بدونیم که یه روز ممکنه جای ما عوض بشه. ما چطور باید این کار رو بکنیم؟ در کلمه اصلیش حالا در اینجا خوب ترجمه نشده، چند تا آیه بعدیشم میگه به راه راست، یا اون حالت گرفتن اون شخص اول، یعنی میگه اول این رو باید بیاریش دوباره بذاریش اون قسمتی که هستش، به نوعی در زبان یونانی اون توریه که پاره شده و شما دوباره این تور رو دوباره میدوزی و دوباره محکمش میکنی. میگه اولین کاری که میکنی شخص رو میاری و به راه راست میاریش. ما در یعقوب 5 خاطرتون باشه چند سال پیش که حتما خاطرتون هست با هم خوندیم، فصل 5 اونجا راجع به این صحبت میکنه که میگه ایماندارا وقتی که با هم جمع میشن باید به گناهان خود اعتراف کنن، بعد برای هم باید دعا کنن تا قدرت بگیرن. یعنی اولین چیزی که اونجا وجود داره همینه که میگه اول به هم کمک میکنید که گناه رو بدونیم، ببینین گناه چیه، بعد اعتراف باید بشه به این گناه، طلب بخشش و توبه بشه که بخشش بیاد، و میگه آخرش باید دعا کنی تا اون شخص قوت بگیره. و در متی 18 میگه که 15 آیه 15 اگر برادرت به تو گناه ورزد، میگه اول نزدش برو و میان خودت و او و خطای او به او گوشزد کن خطاش رو. اگر سخنت را پذیرفت برادرت را باز یافته ای، اما اگر نپذیرفت با یکی دو نفر برو پیشش و بگو که این کارو نکنه، چون هر سخنی با گواهی دو یا سه شاهد ثابت میشه. اگر نخواست با آنان نیز گوش دهد، به کلیسا بگو و از کلیسا را اگه نپذیرفت اون موقع رو اجنبی و خراجگیر ترقی کن. یعنی اون پروسه‌ای که همون میدونیم، اگه یک نفر در کلیسا گناه کرد، اول اون که روحانیه میره پیش اون شخص میگه برادر نه این کارو بکنی زشته، برای خوبی خودت میگم، اگه گوش نداد میگه با دو سه نفر از رهبران برو که با اون صحبت بشه که این کار نباید انجام بشه، اگه گوش نداد با کلیسا، یعنی کلیسا که حالا ساختمان کلیسا، یعنی یه مرجع شبان کلیسا، یعنی با اون اقتدار خودش از اون اقتدار استفاده میکنه، اگه باز قبول نکرد میگه این شخص، پس اون شخصیه که کننده این کاره و این شخص کسی نیستش که بخواد، میگه اون شخص رو اصلا کلن بیرون کن. و بیرون کردن این شخص و اجنبی خوندنش یه دلیل خیلی مهم داره. چرا؟ چون که نباید در کلیسا باشه، چون خمیر مایه‌ای که ممکنه بقیه رو خراب کنه. برای همین صحبتی که میشه اینجا و عیسی مسیح میکنه همینه که این باید با اینجور اشخاص با ملایمت برخورد کرد، ولی اگه گوش نداد بعد از این همه مراحل اون موقع متاسفانه بعد رو بیرون کرد. یه صحنه خیلی زیبایی که در انجیل هست، زمانی که اون شخص مریم مجدلیه اونجایی که عیسی مسیح اولین بار باش برخورد میکنه، همه دارن بهش سنگ میزنن، گناهکاری رو پیدا کردن که همه دارن بهش سنگ میزنن، و عیسی مسیح چیکار میکنه باش؟ میره دستش رو میگیره و بلندش میکنه.
یعنی اولین کاری که عیسی مسیح میکنه به اونا میگه که کدوم شما این کارا رو نکردید و ده فرمان رو مینویسه، میگه پس همه شما گناهکارید، این هم گناهکاره. و کار مسیح این با بلند کردن و بازسازیه. کار مسیح اینه که میره گناهکار رو پیدا میکنه و چون روحانیه او رو بلند میکنه و بهش میگه برو و دیگه گناه نکن. و این چیزی که ما هم امروز باید انجام بدیم اگر بخوایم به شباهت خدا در بیایم، چون که خدا در حال بلند کردن گناهکار و بخشیدن استش. پس ما اگر بخوایم کسی رو به راه راست هدایت کنیم، نباید بریم بزنیمش، نباید اینجا فلک ببندیم فردا تو کلیسا همه رو به فلک بکشیم گناهکار و گناهکار دیدین یا مسخرش کنیم. باید با ملایمت با محبت باشه. عیسی مسیح در متی 12:20 میخونه، میگه نی خرد شده را نخواهم شکست و فتیله نیم سوخته را خاموش نخواهم کرد. عیسی مسیح قرار بود با گناهکاران بیاد و خیلی بد رفتار کنه. امروز همه ما کلن از بین رفته بودیم، چون همه ما گناهکاریم. ولی عیسی مسیح درس بزرگی به همه ما داده که میگه من نیومدم تا نی خرد شده را بزنم له کنم یا فتیله‌ای که خیلی ضعیفه بیام اونو خاموش کنم، میگه من اومدم تا اینو بنا کنم. و کار ما هم همینه. پس نکته اول اینه که ما باید دست اون شخص رو بگیریم، بلندش کنیم با ملایمت و بیاریمش و محبتش کنیم تا گناهش رو ببینه، نه اینکه بریم از بین ببریمش و نابود کنیم اون شخص رو. امروز اگه در کلیساها شما میبینید که جنگ وجود داره در سر کلیس، تو کلیسا سر گناه، این که میبینیم جنگ وجود داره که اون بوم میگه تو گناهکاری، اون میگه تو گناهکاری، و این جنگ وجود داره سر این اتفاقا، خیلی راحت میتونیم بگیم که این قضایا، این اشخاص جسمانی هن. یعنی یه شخص جسمانی رو در نظر بگیرید که گناه یه شخص جسمانی رو پیدا میکنه، به به نابود میکنه اون شخص رو کاملا، تا آخر عمرش هم یادش نمیره که دیدی این آدم چه گناهکاریه. و در این کلیساها زمانی که این اتفاق میفته، خیلی راحت ما میتونیم ببینیم که به جای ملایمت، به جای اینکه کسی روحانی باشه، اتفاقا برعکسه، اون شخصی که داره این کارو میکنه جسمانیه. ولی بعد از اینکه میگه که به راه راست هدایت کردید، بعد از اینکه میگه با ملایمت رفتی، میگه آیه دو میگه حالا باید کمکش کنی تا بار سنگینش رو حمل کنه. یعنی چون ممکنه این شخص در گناهیه که وسوسه دوباره به سراغش بیاد، میگه این که فقط بهش گفتی ولش نکن دیگه، این که گفتی اوکی اومدی رو مثلا شخص ما روی داره رو یخ میره بیفته تو آب، دستش گرفتی و بردیم بالا، بعد دوباره ولش کنیم، خب دوباره این میفته تو آب. میگه نه اتفاقا اینو گرفتی، بعد حالا نگرش داری، یه مدت باش باشی، وقت صرف کنی باش. اگر مثلا مشکلی داره تو مسئله پورنوگرافی، اگه مشکل داره تو مسئله اعتیاد، اگه مشکل داره تو هر مسئله اون گناه هستش، تو کارهایی براش انجام بده به عنوان برادر یا خواهر، باش وقت صرف کن، براش فیلتر اینترنت بخر مثلا، یا خیلی کارهایی که اون مجبور بشه یه مدت از این قضیه دور بشه. و میگه باش باش تا این در اون قضیه قوی باشه، باش میتونی هر روز رابطتو بیشتر کنی، میتونی براش 100% دعا کنی و درگیر زندگیش بشی. من خودم واقعا کسی هم که حالا یکی از دوستان اینجا میدونه، خیلی دوستان ورزشم رو ادامه بدم ولی نمیتونم، چون تنبلی میاد، تنها نمیتونم، نمیدونم چرا. و خیلی دوستم یه نفر همیشه، اخلا خیلی هاتون هم اینجوری هستین که مثلا یه نفر بیاد پا بشه با هم بریم ورزش کنیم، و این خیلی مهمه که یه نفر باشه. یعنی من همیشه دوستم یه نفر باشه منو بکشه. در قسمت مسیحیم فکر میکنم این لازمه، که یعنی وقتی که ما در یک گناهیم، در یک مشکلی هستیم، یه نفر میاد ما رو آگاه میکنه، یه نفر میاد ما رو کمک میکنه، ولی وقتی ولمون میکنن دوباره ما میفتیم تو همون مشکل. و چقدر خوبه که ول نکنیم و با اون شخص باشیم. و بعدش آیه 3 میگه زیرا اگر کسی خیشتن را فرد برجسته پنداره، در حالی که واقعا کسی نباشه، خود را فریب میدهد. نکته جالبی که تو آیه 3 هستش اینه، میگه که کسی که مغروره کمک نمیکنه. دلیلی که خیلی از افراد کمک نمیکنن و اهمیت نمیدن اگر ببینن، اینه که خودش رو اون شخص خیلی بهتر میبینه. میگه خب من که خیلی بهترم، وضعیت بالا به پایین نگاه میکنه، و اون غرور انسانی هستش که میدونیم که شخص مغرور و غیر روحانی اصلا کمک نمیکنه، اصلا نمیخواد خودش رو داخل کنه، و بیشتر شاید اون شخص خوشحالم بشه متاسفانه از ضعف دیگری، چون یک چیزی در ما وجود داره که وقتی
ضعف کسی رو میبینیم قوی میشیم انگار، و قوت ما در ضعف دیگرانه، و این اصلا روحانی نیستش، این اصلا روحانی نیستش. و در فرهنگ ایرانی ما خیلی زیاده متاسفانه که بعد باش بجنگیم و این رو بتونیم به کمک روح القدس عوض کنیم، که اگه یک نفر موفق شد ما خوشحال بشیم، نه اگه یک نفر بدبخت شد ما خوشحال بشیم. و در مسیحیت هم همین، اگه یک نفر افتاد و در گناه بود، ما به جای اینکه خوشحال بشیم و بگیم به ببین من کیم، من گناه نکردم، این افراد هم که گناه میکنن، اون گناه کرد، و این خیلی بده. و در آیه 3 پولس میگه در اصل خود تو هم کسی نیستی، میگه اگه فکر میکنی کسی هستی اتفاقا تو کسی نیستی، یه لحظه فیض خود از تو برداشته بشه تو هم همون گناهکار هستی. و غروری که انسان در این موقعیت رو پیدا میکنه خیلی مسخره است، اما متاسفانه خیلی از ما داریم این حالت رو. خیلی ها میگن امروز اگه بری تو این کنفرانس ها تو این سمینار ها هرچ میگن اعتماد به نفس داشته باش، یکم غرور داشته باش، اون حالت مثلا خیلی بتونی پس کارات بر بیای، سرتو کلا نذارن، زرنگ باشی، ببین همه رفتن اینجا این کارا رو کردن تو نمیتونی، یه مقدار برو پر رو باش، برو تو شکمش. این دنیا خیلی اینو به ما میگه. متأسفانه مادر پدران بعضی موقع بچه‌ها رو تو این سمت میبرن جلو که فکر میکنن که با یه غرور و یه اعتماد به نفس کاذب میتونن، ولی کلام میگه نه، اتفاقا تو فروتن باش، بذار خدای تو برات کار کنه، با اعتماد باش. خیلی ها دیدین که میگین که مثلا چه آدم مظلومیه این آدم، بابا یه مقدار چیز باش، برو مثلا حق تو بگیر. ولی این اشخاص نظر خداییشون رو میگم، در آخر میبینی که در همون فروتنی اتفاقا خدا براشون کارشون رو درست میکنه، چون اعتماد و ایمانشون به خدایی که داره کار میکنه، و هیچ وقت غرور علکی ندارن، هیچ وقت اون اعتماد به نفس علکی رو ندارن، چون میدونن که گناهکارن، میدونن که هیچ فرقی با اون کسی که الان در مشکله ندارن. مشکل اینجاست که ما واقعا کسی نیستیم جدا از این فیض، و خیلی از ما اینو نمیدونیم و بعد هر روز اینو بدونیم که اگه یک نفر هست اونجا افتاده من هم میتونم باشم. برای همین تو آیه 2 آیه آخر 1 میگه که بهوش باش که خود نیز در این وسوسه نیفتی. اینم خیلی نکته مهمیه. امروز غرور، خودمحوری، خودستایی، خودپرستی، خودبینی، اون اتکا به نفسی که ما داریم از معضلات بشریت بوده از ابتدای آفرینش، آدم و حوا، بعدش دوتا پسراشون، همین جوری که میام جلو، این خودبینی، این که من میخوام خودم به یک چیزی برسم، این غرور، اصلا خود شیطان. و این که ما همش به خودمون بخوایم اتکا کنیم مشکل انسان بوده. به جای اطاعت و توکل به خدا ما همیشه میخوایم به خودمون اتکا کنیم. میدونین چیزی که امروز خیلی از ما دیگه بلد نیستیم انجام بدیم توکل به خداست. نمیدونم نسل من نسلیه که خیلی شنیده از پدر مادر و مادر بزرگا که توکل کن، بسپار به خدا مادر جون، توکل به خدا، اینو ما شنیدیم. ولی من فکر میکنم دیگه من دیگه آخرین نسلم و یه مقدار به این ورته، خیلی دیگه تو هیچ کی یادمون رفت یعنی چی توکل، اصلا بلد نیستیم این رو. من خیلی راجع به این فکر کردم، به نظر من خیلی از انسان ها بلد نیستن توکل کنن به خدا، یعنی همه کار خودشون میکنن. یعنی اولین اتفاق همی الان برای ما بیفته، اولین چیز برای خیلی ها اینه که خب من چیکار میتونم بکنم، خودم نمیتونم، ببینم خانواده، برادر، خواهر، مادر، پدر چیکار میتونم بکنن، اونا نمیتونن، دوست آشنا کیو داریم، کجا داریم، وکیل خوب کجاست، دکتر خوب کجاست، همه که دیگه هیچ کی نمیش کی کاری نمیتونه بکنه دیگه، این دیگه همه جواب کردن خدا، ببین خدا میتونه کاری بکنه، تازه اونم با یه حالتی. بعدم خدا میگه تو نمی، بابا خدا هم که خدا نیستش که، بابا نمی، هر وقت ما دعا کردیم جواب ما رو نداد. ولی زندگی یک روحانی، زندگی کسی که با مسیحه، توکل هر روزه، حتی برای کوچکترین چیزش اول دعا میکنه. کسی دعا نمیکنه که به خودش وابسته است. کسی که دعا نمیکنه به زندگی خودش نگاه کنه، میگه همه کارو خودم دارم میکنم دیگه، صبح پا میشم خودم برای خودم این کارو میکنم، ظهر برای خودم میتونم این کارا رو بکنم، مشکلی هم ندارم، سالمم، خدا رو میخوام چیکار مثلا. ولی به مشکل که میخوره سریع همه چی خدا، خدا کجاست، من با خدا کار دارم، خدا روزه میگیره میره در دعا می، شب و روز، شب و روز، مشکل که حل میشه دوباره همه چی شل میشه، سوت میزنه یه مسئله دیگه میره، و دوباره و دوباره. و این به خاطر اون خودمحوری و غرور انسانه. عادت مسیح خوبه این باشه که همیشه به خدا توکل کنه،
و همیشه برای حتی کوچکترین چیزها دعا کنه. تفاوتی که بین مسیح و موسی بود میدونین چی بود؟ موسی شریعت رو آورد ولی هیچ اتفاقی نیفتاد، چون قلب انسان رو نتونست عوض کنه. ولی عیسی مسیح وقتی شریعتش رو آورد، شریعت روح بود، همه چیز تازه شد، روح داده شد و طبیعتاً قلب عوض شد. و تفاوت این بود در حزقیال 36 25 و 26 و 27 خیلی آیات زیبا معروفیه. اونجا میگه، حزقیال میگه، خدا از دهن خدا میگه، میگه آب پاک بر شما خواهم پاشید و طاهر خواهید شد، من شما را از همه ناپاکی ها و از همه بت‌هایتان طاهر خواهم ساخت و دلی تازه به شما خواهم بخشید و روحی تازه در اندرونتان خواهم نهاد و دل سنگی را از پیکر شما به در آورده دل گوشتین به شما خواهم داد، روح خود را در اندرونتان خواهم نهاد و شما را به فرایض خود سالک خواهم گردانید و شما قوانین مرا نگاه خواهید داشت و آنها را به جا خواهید آورد. زوری نمیشه هیچ کاری را انجام داد، ما باید قلبمون عوض بشه. عیسی مسیح این کار رو میگه، گفته میکنم و کرده، روحش رو ما داده، درون ما هست و این روح اگه ما باش راه بریم اون موقع میتونیم اطاعت کنیم، میتونیم اون چیزهایی که خدا میخواد بگه به فرایض من، خود به فرایضی که من به شما میگم سلوک کنید و راه برید. و شخص مسیح همچین شخصیه، اما امروز غرور انسانی، توکل به خود گذاشته جای توکل، توکل به خدا رو گذاشته جای توکل به خودش، و به جای اینکه به خدا توکل کنه داره به خودش توکل میکنه و برگشته به نوعی به همون شریعت موسی که میخواد با اعمال بره جلو. و چیزی که در کل غلاطیان هم ما هم خوندیم همین بود که با اعمال خودت نمیتونی به حضور خدا بری، بلکه احتیاج داری به روح خدا. برای اطاعت از خدا روح لازمه، برای محبت روح لازمه، برای شادی روح لازمه، برای آرامش، بردباری، مهربانی روح لازمه، برای انجام شریعت روح لازمه. و برای روح چی لازمه؟ ایمان لازمه، ایمان به مسیح لازمه تا این روح در ما بیاد. و بعدش آیه 4 و 5 اگه ما نگاه کنید میگه هر کس باید اعمال خود را بیازماید، در آن صورت فخر رو به خودش خواهد بود، بیان که خود را با دیگران مقایسه کند، زیرا هر کس بار خود را خواهد برد. آیه 4 و 5 میگه اول خودت رو محک بزن که خودت اصلا روحانی هستی، در عمل چند چندی با خودت. میگه بعد به خودت ببار اگه دیدی در روح هستی. و در اصل ما میبینیم هفته بعد که ما این بالیدن عملا به خودمون هم نیست، به روحیه که در ماست، که اون روح مسیح هستش. به نظر اینجا چیزی که میاد اگه نگاه کنید این آیات با هم تضاد دارن. آیه 5 و آیه 2 یه تضادی انگار داره. آیه 5 میگه به خودت ببال، ببخشید، میگه بار خودت، هر کی بار خودش رو میبره. تو آیه 2 میگه باید بار دیگران رو ببری. تو آیه 4 میگه به خودت فخر کن. تو آیه 3 میگه که به کسی فخر نکن، به خودت فخر نکن. ولی چیزی که هستش اصلا نیستش. تو آیه 4 داره میگه خودت مقایسه نکن. میگه اون غروری که ما دوست، یعنی کلا دوست داریم ببینیم یکی تو ضعف افتاده، میگه اینطوری نباش. چون خیلی از ما از ضعف دیگران دیگه گفتم این یه حال یه یعنی خوشمون میاد یه نفر میفته تو ضعف، میگه طبعا این کار رو نباید انجام بدی. و بعدش میگه اگه نگاه کنین در مورد فخر تو آیه 14 رو پایین ترش اگه نگاه کنین، حالا هفته های بعد نگاه میکنیم، تو آیه 14 اگه نگاه کنین با من، آیه 14 میگه که اما مبادا که من هرگز به چیزی افتخار کنم جز به صلیب خداوند. و فخر ما ده میبینیم که صلیب مسیحه. ولی تو آیه 4 میگه ضعف دیگران بدون که کمکی به تو نخواهد کرد در روز آخرت. یعنی شما نمیتونی بری پیش خدا، خدا بگه چرا این کارا رو کردی، بگه خب من که خوبم، فلانی رو دیدی صد برابر از من بدتره. خدا میگه خب به من چه داره، این چه مقایسه ایه؟ تو نمیتونی اصلا به این چیز فخر کنی. حالا میام هفته دیگه من راجع به این مقدار بیشتر صحبت میکنیم. و در قسمت آخر آیه 6 که آیه آخری هستش ما امروز نگاه میکنیم، میگه که هر که از کلام آموزش میبینه باید آموزگار خود را در هر چیز نیکو سعی میسازد. خیلی ها فکر میکنن و یعنی تفسیری که اینجا کردن که یعنی خب پس ما شبان موعظه، کسی که واعظه، کسی که تعلیم میده رو باید بریم بهش پول بدیم. این کار که حتما باید بکنین،
نه به شبان نه به کلیسا، یعنی وظیفه است باید بشه که بگذاریم. چیزی که میگه یعنی اینجا میگن که یعنی یه کسی میاد به تو تعلیم میده، تو یه کاری در عوض باید براش انجام بدی. این خود منم خیلی وقتی اینو فکر میکردم، ولی خیلی بد ترجمه شده کلا در خیلی از ترجمه در اصل یونانیش، و اصلا با منطقم جور در نمیاد وسط یک صحبت اینجوری یهو بگه اورستی شبانانتون هم مثلا برید بهشون پول بدید. به چیزی که به نظر میاد اینجا داره میگه، میگه اول از همه کسی که در گناه افتاده بود برو بگیرش، نجاتش بده، بیارش بذار اینجا، بعد که نجاتش دادی باش برو کمکش کن تا از این یه مقدار قوی بشه، و میگه بعدش بهش تعلیم بده، بناش کن. میگه در چی؟ میگه در تمام، میگه در همه چیزهای خوب، در هر چیز نیکو سهیم ساز. میگه پس این آموزگاری و این تعلیمی که اونجا در راجبش صحبت میشه در رابطه با اینه که میگه بعد از اینکه با گناه برخورد کردی با ملایمت در روح و محبت به راه راست هدایتش کردی، اعتراف و توبه و بخشش و دعا برای قوتش کردی، ولش نکن، کمکش کن تا دوباره وسوسه نشه، بعد در همه چیزهای خوب میگه سهیم باشین، در تعلیم و در بنا با هم مشارکت داشته باشین. این سیستمیه که کلیسا باید با گناه روبرو بشه، مسیحی‌ها باید با هم اینجوری باشن. اگه روحانی هستی گناه اتفاق افتاد، اول بیار اون شخص رو دریاب، کمکش کن و با تعلیم و با اون بنایی که میتونی در زندگیش داشته باشی باش ادامه بده تا اون شخص رو دوباره باز یابی. امیدوارم که هیچ وقت در کلیسای ما اینطوری گناه به وجود نیاد، ولی اگرم به وجود اومد ساکت نشینیم، به همدیگر رو کمک کنیم، دعا کنیم با هم.